چارلز داروین بدون آنکه خود بخواهد اعتقاد دینی در مورد آفرینش انسان را از پایه به لرزه درآورد آیا راهی هست که بتوان ایمان دینی در مورد آفرینش خدایی انسان را با نظریه تکامل داروین سازگار کرد؟ سلام ضربه اول علم به اسطوره ها چند صد پیش کره زمین را از مرکزیت انداخته بود ضربه دوم که در قرن 19 هم توسط چارلز داروین وارد آمد انسان را از مرکزیت و اشرفیت تنزل داد و او را در یک پهنه وسیع گذاشت پهنه ای که در آن انسان با جانوران و دیگر موجودات زنده خیشاوندی پیدا کرد نه خیشاوندی به بیان دینی بلکه خیشاوندی به زبان علمی نظریه داروین که به نظریه تکامل یا فرگشت معروف شد نظمی را به نام انتخاب طبیعی توضیح میداد که در آن در یک بازی زمانی بسیار طولانی ساده به پیچیده تبدیل می شود و تکسلول به انسان این روند با اون چه تا به حال گفته شده بود یعنی آفرینش چند روزه انسان توسط خداوند متفاوت بود بیدلیل نبود که از شدت حملات به داروین حتی در صده بیستم کاسته نشد اما همونطور که علم پیشرفت کرد و توضیحات تازه از جمله در حوزه ژنتیک به کمک نظریه داروین آمد دینداران هم با دقت بیشتر و تعابیر تازه تر وارد کارزار شدند تعابیر تازه بین فرگشت یا تکامل موجودات زنده و ایمان دینی به خدای آفریننده ناساز... ناسازگاری بنیادی نمی بیند. در برنامه این هفته عرفان کسرایی پژوهشگر مطالعات علم در دانشگاه کاسل آلمان میگوید با تعابیر دینی جدید بر تضاد بین نظریه داروین و آفرینش انسان توسط خداوند نمیتوان غلبه کرد اما سروش دباغ پژوهشگر مطالعات ادیان در تورنتو میگوید دینداری اونگونه که او میفهمد از جانب علم تهدیدی احساس نمی کند خیلی خوش آمدید آقای به ما خلاصه ای از نظریه داروین رو بگید نظریه داروین یا اون چی که تحت عنوان تکامل فرگشت تطور و حتی دگرگونش هم گفته شده در فارسی بحث هست بر سر اینکه کدومی که از این ها معادل بهتری است برای اولوشن برمیگرده به لحاظ تاریخی به صورتبندی ای که چارلز داروین در 1859 در کتاب اصل انواع مطرح کرد و در واقع تکامل اینکه گونه ها نیستند و موجودات زنده در تاریخ حیات تغییر پیدا کردن ایده ای نبود که داروین برای اولین بار بهش برسه پیش از داروین هم کسانی مثل پدر بزرگش داروین یا حتی لامارک اطلاع داشتن از این مسئله ایده اصلی داروین انتخاب طبیعی هست یک بحث مهم اینه که فرق بین نظریه و در واقع فکت رو بدونیم وقتی صحبت از نظریه داروین می کنیم باید بدونیم که ما راجع به یک نظریه صحبت می کنیم که یک واقعیتی که در طبیعت و در حیات اتفاق افتاده رو توضیح میده بنابراین تکامل در واقعی بخشی نظریه است نظریه داروین و بخشی واقعیت و فکتی که در طبیعت اتفاق افتاده که تحت عنوان فرگشت و تکامل ازش نام میبریم ولی انتخاب طبیعی چی میگه؟ انتخاب طبیعی یک مکانیسم و یک فرایند خودکار مادیه که چارلز داروین مطرح کرد و میتونه این واقعیتی که در تاریخ حیات اتفاق افتاده رو توضیح بده انتخاب طبیعی بخش اتفاقا غیر تصادفی نظریه تکامل هست چون نظریه تکامل دو بخش داره یک بخش تصادفی و یک بخش غیر تصادفی بخش غیر تصادفیش اتفاقا انتخاب طبیعی هست یک فرایند مادی یک خودکار طبیعت که باعث میشه فرایند تکامل به نحوی ادامه پیدا کنه و فرزندانی به نسل بعد در واقع ادامه پیدا کنند که از این غربال میگذرند و این بخش کاملا غیر تصادفیه نظری تکامل هست یک بخش تصادفی هم داره که اصطلاحا میشه بهش گفت مثلا رانش ژنی اون بخش تصادفیه، نظری داروین هست که الزامن باعث میشه که اونهایی که بهتر یا سازگارتر هستن باقی نمونن از کنترل در واقع طبیعت خارجه و بستگی داره به اینکه مثلا یک فاجعه مثل سیل یا زلزله بخشی از ذخیره ژنی رو از بین ببره و در واقع اون بخشیه که قسمت غیر قسمت تصادفیه وقتی میگید تصادفی و غیر تصادفی منظور چیه؟ آیا منظور شما این است که انتخاب طبیعی یک مکانیسمه و ربطی به تصادف نداره اما اون قسمت جنتیک اون تصادفی میتونه رخ بده؟ بله جهش جنی بخشی است که در واقع کاملا تصادفی اتفاق میفته اما قسمت غیر تصادفی قربال مادی که اتفاق میفته در تکامل درست مثل قربال های دیگه مادی که در دنیای فیزیکی و دنیای طبیعت وجود داره مثل مثلا تنظیم و گزینش سنگریزه ها در ساحل که به صورت کاملا اتوماتیک اتفاق میفتن بدون نیاز به یک ناظر ماورای طبیعی و یا مثل مثلا گودال هایی رو شما در نظر بگیرید که بسته به قطر دهانشون بعد از مدتی اجسامی که درون این گودال ها میفتن انگار که قربال شدند و بدون اینکه نظارتی برشون باشه تکامل و در واقع بخش غیر تصادفیش یا همون انتخاب طبیعی چیزی مثل همین قربال طبیعت و صحبت از ژنتیک میکنید داروین که اطلاعی از ژنتیک نداشت داروین از نظر تاریخی حتی از وراثت مندلی هم اطلاعی نداشت اگرچه که گویا مندل اثرش رو برای داروین فرستاده بود مندل اما مندل میشه گفت که بنیانگذار این دانش دیگه در به نوعی بله اما مفهوم ژن تا سال 1909 که ویلهلم یوهانسن در واقع مطرح کرد سالها بعد از داروین بود این باعث میشه که بدونیم که اصلا به داروین اطلاعی از مفهوم ژن به هیچ عنوان نداشت پس چرا میگید بخش غیر تصادفی و تصادفی نظری داروین چون اون بخش تصادفی که جنه که داروین راجبش حرفی نزده 100 درصد نظری داروین در طول زمان مدام بهتر و بهتر و تکمیل تر شد یعنی حتی با ظهور ژنتیک با کشف ساختار دی ای مثلا در سال 1953 کار واتسون و کریک نظریه داروین شواهدی که براش برای تاییدش بود غیر از شواهد فسیلی که قبلا در تاییدش بود مدام بهتر و بهتر شواهد ژنتیک بخش از این نظریه آه. مشخص شد که قبلا نمیدونستیم و خود داروین هم حتی ازش اطلاع نداشت به یک سوال دیگه آیا نظریه داروین چیزی پیش از درباره پیش از بوجود آمدن موجودات بسیار ابتدایی زنده میگه یا نه راجب دوری صحبت میکنه که ما از کوچکترین و ساده انواع زیست شروع میکنیم تا به انسان برسیم پیش از اون رو در موردش سامت و ساکت دیگه دقیقا و نظری داروین درباره مرز زنده و غیر زنده درباره تفاوت شیمی و بیوشیمی اینکه از کجا حیات شکل میگیره صحبتی نمیکنه و ایده ای نداره در واقع راجع به این مسئله و کاملا و رجوع دوری صحبت میکنه که ساده ترین اگر بگیم تکیاخته درست دیگه بله بله. تکیاخته ها آروم آروم متحول میشن ده ده. تحت مکانیسم انتخاب طبیعی تا به ساختارهای پیچیده میرسن, آقای با این توضیحی که داده شد شما فکر میکنید میشه اعتقاد دینی مبنی بر آفرینش انسان توسط خداوند رو جمع کرد با نظریه داروین؟ <تصح> ارز می شود که نظریه یه داروین همطور که گفتند از قرن 19 هم سر برآورده و تحول و تطوری در قرن 20 هم یافته است و شواهد ژنتیک هم معید آن است در این حال توجه داشته باشیم که نظریه است و البته نه ای که ضعیفه و من هم انایت دارم که شواهد قوی و قابل توجهی لحه آن عرضه شده در این دهه ها در این حال مایلم این رو ذکر بکنم بسه به این داره که ما چه قرائت و روایتی رو از داروین و داروینیزم برگیریم اگر روایتی از داروینیزم رو که قائل به این است که جهان طبیعت خود بسنده است و شعور و آگاهی به هیچ نحوی از آنها در آن راه پیدا نکرده و نمی کنن و داروین سخنانش ناقض این رو شعور و آگاهی است اگر این رو موجه بینگاریم خب این البته با نگاه دینی هم از مسیحیت، اسلام، یهودیت و هر تلقی که قائل به ساحت قدسی هستیست و به نحوی از آنها به شعور و آگاهی باور داره قابل جمع نیست. اما اگر ما منظور شما از شعور و آگاهی شعور و آگاهی فرای روندهای مادی دیگه میگی بله. یعنی بله. شعور و آگاهی متافیزیکی. متافیزیکی بله. و بله. عرض می شود به هر نحوی از بله. متافیزیکی. اما اگر شما قائل به این باشید که میشه قرائتی و روایتی از داروینیسم به دست داد که جایی هم برای شعور و آگاهی بر جای بگذاره که کسان این کار رو کرده اند اون وقت میشه دست کم این موضع رو موجه انگاش که کسی گوشوده باشه نسبت به داروین و داروینیزم و در این حال به نحوی از آنها به ساحت قدسی هستی و شعور و آگاهی باور داشته باشه بذارید مثالی بزنم از این دست از منتقدان تا عرایزم روشن تر شه. ببینید تامس نایگل فیلسوف مشهور معاصر آثاری منتشر کرده و مشخصا کتابی در نقد نیو داروینیزم استدلالی که او میکنه اینه که داروینیزم اگر به معنای تقلیل باشه آنچه که ازش به ریداکشنیزم یاد میشه تقلیل گرایی تقلیل همه چیز به ساحت نیچر و طبیعت باشه و تبیین مناسبات و روابط در این سطح این خود بسنده نیست توضیح میده او فیلم اشاره میکنه به قصه ارزش ها در عالم اشاره میکنه به فرایند آگاهی کانشسنس به فرایند ادراک و تجربه حسی فرایند ادراک صدا موسیقی رنگ و معتقد است که به نحو کامل نمیتونه داروینیزم این رو تبیین بکنه نو داروینیزم میگه نمیتونه برداشت ما اینه که مخاطب نیگل در اینجا زیست شناسی است که در بلی. کسانی چون ریچارد داکینز متفکر انگلیسی بیان بارز پیدا میکنه ولی من هر می گفتم نو بین داروینیسم و داروینیسم تفاوت زیاد هست ما ابتدا بذارید راجع به داروینیسم صحبت بکنیم چون حتما به بست نظری داروین در حوزه های دیگه از جمله اخلاق می میرسیم که نو داروینیست انجام میدن زیست تکاملی شما معتقد هستید همون مرحله اول یعنی میتونه با اعتقاد دینی به آفرینش خداوند سازگار باشه بل. اگر ما برداشت غیر تقلید رایانه از داروینیسم داشته باشیم ولی چه برداشت دینی هست چون برداشت های دینی متفاوت هم هست چه برداشت دینی ایجاد سازگاری می کنه از در شما بین داروینیسم و آفرینش بل. انسان این... توسط خدا بله این بخشیش بود اول که روایت غیر رایانه به لحاظ دینی هم و مشخصا در کانتکس و سیاق ادیان ابراهیمی من کاملا عنایت دارم به نزاهای درازاهنگی که در آین مسیحیت رخ داده و اما خب برای بحث کنونیمون ترجیح میدم روی مکتب و متن مقدس مسلمانان قرآن تاکید بکنم ببینید درک من اینه که اگر ما تصویر و تلقیمون رو از زبان دین تنقیح بکنیم درکمون رو از انتظار از دین منقح بکنیم میشه پاره ای از سخنانی که در متن مقدس ذکر شده که اشارتی است به نحوه آفرینش انسان که من پاره از اونها رو قرائت میکنم اکنون به نحوی میشه اینها رو سمبولیک و نمادین فهمید به تعبیر دیگه اگر ما تصویرمون از زبان دین تصویری در این عرصه ها تصویر به اصطلاح لیترال نباشه یعنی که تحت لفظی, نفسی سخن رفته است اون وقت میشه اینگونه اینها رو به معنای انسان شناختیش فهمید که سخن بر سر تطور و مراحل و مراتبی است که انسان در نوردیده ببینید من مثال بزنم خیلی مختصر از سوره تارق و سوره قیامت در سوره تارق ما میخوانیم که فلیان دور الانسانو مم خلق خلق من ما این دافق من رو بین سلبه و ترائب نگاه کن به انسان که چگونه خلق شده است از آب ای خلق شده که از بین پشت فضایی بین پشت و سینه خارج می شود در سوری قیامه هم می خوانیم علم یک من منی یمنا ثم مکان علقت فخلق فسوا فجعل منه زوجین ذکر و الانسا نگاه بکن که انسان چگونه از منی آب جهنده خلق شده بعد علقه شده بعد عرض می شود که تصویه شده یعنی متوازن شده و نهایتا ما ذکور و اوناس رو از آن خلق کرده ایم. یه وقت است که شما در پی احراز دقائق و زرائف زیست شناختی هستید از این آیات و میخواید سال تئوری تکامل رو یا بدیل و نقیزش رو از آن استخراج بکنید کاری که مثلا مرحوم دکتر صحابی انجام داده اون یه مفروضی داره که زبان دین رو اینجاها لیترال میگیره و میشه گفت به نوعی گویی که قرآن کتاب علمی هم هست و باید با آخرین دستاوردهای علوم تجربی در تناسب و تلاعوم باشه اما اگر نگاه شما این باشه که نه در این عرصه ها همچنان که راجب آفرینش انسان و حبوط آدم و هوا از بهشت در قرآن سخنی رفته اینجا رو ما سیمبالیک یعنی نمادین بس. متافوریکال آریتی بگیریم و ببینیم که سخن بر سر این است که انسان چه مراحلی رو طی کرده به این معنا که از چه مراتب مادونی آمده است و به این ارگانیزم پیچیده رسیده بدون اینکه انتظار زیست شناختی علمی مشخص و معینی داشته باشیم میشه اون وقت به نحوی دیگری رو فهمیم. ما نیازی به این فرض های اضافی و این داستان ها نداریم چون فرایند مادی که علم در واقع میتونه گرفت گپس رو به ما توضیح بده اون خدای حفره ها جاهایی که انسان به خاطر اینکه علمش رو نداره هنوز میتونه الهیات رو جایگزینش کنه ما نیازی به چنین توضیحاتی نداریم چون چنین توضیحاتی اساسا از دید من شان خالی کردن از توضیح توضیح یک اتفاق پیچیده ای در طبیعت مثل حیات یک کامپلکس سیستمی مثل موجود زنده با یک فرض پیچیده توضیح ارزشمندی نیست توضیح پی... خدا یک توضیح پیچیده است یک ناظر هوشمند فوق العاده پیچیده که چنین پروسه پیچیده رو تونسته مدیریت کنه حالا یا خلق کنه در واقع این توضیح ارزشمندی به لحاظ علمی اجازه ببینم نیست. آیا نظر آقای دباغ این هست که خداوند این روند پیچیده رو شروع کرده خلق کرده آغازش توسط خداوند بوده و بعد از اون دیگه تطورش با قوانین طبیعی قابل توضیحه چنین اعتقادی شما دارید چون این یه اعتقاد رایج در غرب بود در قرن 17 و 18 و در جامعه اسلامی هم بوده تحت عنوان دایسم یعنی خداوند آفریده شروعش از خداونده ولی بقیهش دیگه تحت قوانین خاص خودش انجام شده بستگی به تصویر و تلقی ما از امر متعالی یا خدا داره به تعبیر شما دیزم دی یا دایزم دا متضمن همین معنی است که اشاره کردید یعنی به نوعی خدایی که خلق کرده جهان رو و ایستاده و به نوعی نظاره میکنه یا مناسبات و روابط و قوانین علی و معلولی در هستی جاری و ساریه انایت دارید برخی از فیلسوفان مسلمان هم کم و بیش فیلسوفان مکتب مشا مثل فارابی ابن سینا درکشون کم و بیش از امر بودم. متعالی این بود و میشه گفت در سنت اسلامی این رأی سابقه داشته و میشه از این موضع خب، هم سخن آیا از این, این طریق هست که شما سازگاری میخواید بیابید بین داستان دینی آفرینش انسان و نظریه داروین یکیش میتونه همین باشه که افزون بر تلقی دایستیک یا دیزم که گفتید در سنت عرفانی هم همه خدا انگاری یا پننتیزم هم یا خدای وحدت وجودی هم تصویر و تلقی دیگری از امر متعالیه که با تصویر ارتودکس فاصله داره این یکی دومی هم چرا که تلویحا اشاره کردم به نظرم میشه حتی اگر ما باشیم و متن مقدس در مقام کسی که متن رو میخواد به نحو روشمندی بفهمه حالا ممکنه شما بگید که یک باورمند این رو داره میگه من در مقام توضیح این معنا هستم میتونه در واقع متن رو به نحوی بفهمه که مسکوت نسبت به داروین و داروینیزم یعنی به نحوی هیچ نفیان و این مشکلی نداره اگر در مورد داروینیسم مسکوته در مورد اینکه بخره خداوند انسان را آفریده که مسکوت نیست ببینید بله. بین آفرینش باورها هم یک در واقع توافق اصولی وجود نداره که معنی دخالت خداوند در خلقت آفرینش به این معنی که خداوندی یا یک موجود ماورای طبیعی خلق کرده و جهان رو به حال خودش واگذار کرده یا اینکه مدام نظارت کرده بر روند تکامل یعنی بسیاری از مذهبیون هستند که به اینتلیجنت دیزاین آفرینش هوشمند اعتقاد دارند و اینکه طراحی هوشمند که <تصفح> در واقع روند تکامل آنگونه که داروین با انتخاب طبیعی توضیح میده رو میپذیرند اما یک قید به اون اضافه میکنند و اینکه معتقدند که خداوند بر چون این پروسه پیچیده ای نظارت کرده در واقع فقط این قید رو پیش این برداشت شما کنند. هست آقای دباغ به نظر میاد با حداقل یکی از اون خانش های گفتی سازگاره یعنی یک ناظر بیرونی هست یک طراح بیرونی هست چنین چیزی بله. با این سازگاره یک نکته دیگه هم بکنم که در متن مقدس فی المثل ما در قرآن میخوانیم که کل یومین هو فی یعنی نوعی دخالت و دخل و تصرف خداوند در هستی هم جاری و ساری است. من بیشتر خواستم تأکید بکنم که اگر ما انتظارمون رو از زبان دین تنقیح بکنیم میشه به نفع این رو ناسازگار با نظریه داروین نیافت نه اینکه نظریه داروین رو از دل آن استخراج کرد یا معیداتی چنان که برخی خواستن در گذشته این رو انجام بدهند بخوایم اون رو استخراج بکنیم من اون مش رو به لازم روش شناختی ناموجه میدونم از بله. موزه مختار خودم دفاع خب آیا طراحی هوشمند که یکی از خانش های دینی است رو میشه و خانشی است که آقای دماغ اینجا بهش تا حدی تعلق خاطر دارن گرچند میگن رهیافت های دیگه هم هست آیا طراحی هوشمند یا نظم هوشمند رو میشه با نظری داروین جمع کرد؟ در واقع به لحاظ روش علمی طراحی هوشمند یک فرض اضافی داره که ما به چنین فرض اضافی نیاز نداریم توضیح اضافی داره که در نبودش عملا هیچ اتفاقی نمیفته همونطور که در علوم جدید ما میتونیم حتی سیستم های دینامیک غیر خطی مثل آب و هوا پدیده هواشناسی رو با مکانیسم مادی توضیح بدیم بدون دخالت یک ناظر یا مدیر ماورای طبیعی گردش سیارات رو اونطور که مدل نیوتونی توضیح میده در واقع یک مکانیسم مادی که رقیب الهیاته چون اه نشون میده که اینکه سیارات به هم برخورد میکنن بدون دخالت یک ناظر طبیعی یا الهی میشه توضیحش داد در واقع نظریه داروین هم چیزی جز این نیست که میتونه توضیح بده که شکلگیری حیات پیچیده امروز که روی زمین هست بدون دخالت یک عامل ماورای طبیعی بدون دخالت ناظر هوشمند میتونه توضیح داده بشه شما در نظریه طراحی هوشمند یک نظریه دارید یک فاکتوری رو وارد میکنید که به هیچ عنوان ابطال نیست و نمیتونید در آزمایشگاه صدق و کذبش رو نشون بدید اما حتی نظریه غلط لامارک رو میتونید در آزمایشگاه بله. بوتین نظریه به زبان ساده برای ماهایی که در ایران تحصیل کردیم و توی کتب درسی در برنامه های تلویزیونی این برام بر گفته میشد خیلی ساده این بود که چنین طرح پیچیده ای مگر میشه تصادفی شکل بگیره این لب کلامش بود دیگه این شم نابا... چجوری میشه حل کرد ببین این شم ناباورانه ای ماست این استدلال نیست اگرچه که فقط صرفا این شم ناباورانه مح... محصور به محدود به آتئیست ها یا کسانی که باور ندارند به ماورای طبیعی نیست حتی در طول تاریخ من یک مثال جالبی بزنم که سرفرید هویل یک فیزیکدانی بود که خیلی هم مشهور هست بابت کلمه بیگ بنگ که در مصاحبهش با بی بی سی در 1949 بود که طراحی کرد این اسم رو هویل یک آتئیست بود و حتی به خدا که اعتقاد نداشت و فکر میکرد که به پانسپرمیا اعتقاد داشت و حیات منشأ فرازمینی داره معتقده که فرض کنید تکامل و این ساختار پیچیده ای که انسان و گونه های زیستی دارن مثل این میمونه که ما یک گردبادی به انبار خونهمون بیاد و تمام این قطعات شلخته ای که داخل انباری هست رو بعد از خروج گردباد یک بوینگ 747 از سوش در بیاره اینقدر تک... تکامل و در واقع نظریه داروین از دید سرفرید هوید نامحتمل به نظر میرسید چنین تره ای از نظر اون ممکن نبود حاصل یک گردبادی باشه که میاد میزنه همه چیز رو به هم میریزه و ایراد این استدلال اینه که در واقع انسان درکی از گستره وسیع زمانی لازم برای چنین پدیده ای نداره چون عمر ما معمولا وقایع 100 ساله هزار ساله ممکنه بسه در تصورمون بگنجه اما تغییراتی که در طول صدها میلیون سال بلکه میلیاردها سال منجر به چنین تغییرات انباشتی کوچک شده که چنین خروجی رو به بار در دارده. تخیل ما فکر میکنید نمیگه من فکر میکنم که یه پدیده در هستی وجود داره که به صرف اتکا به تبیین داروینیستی تلقی ما به نحو مقنع و جامع الاطرافی از آن به دست داده نشده و یا به دست داده نمیشه یکی همون قصه آگاهی تصور من اینه یعنی پیچیدگی مقوله آگاهی و درک ما از جهان پیرامون یه جور به نظرم ریداکشنیزم اینجا صورت میگیره یکی قصه فراینده که حالا این بخشی از آگاهی ادراک موسیقایی فیلم مثل. یا صدا که صرف این که اگر ما یه ماشین باشیم فرض بفرمایید و خیلی از ماشین هایی که مانیتور شده باشن برنامه ریزی شده باشن و این تعامل اگر صورت بگیره این با آنچه که ما ازش به ادراک موسیقی یاد میکنیم یا ادراک صدا یاد میکنیم به نظر متفاوت این یکیه یعنی قصه تقلیل گرایی و بعدم توجه داشته باشید حالا شما اشاره کردید به اینتلیجنت دیزاین خب اگر ما مثلا پن سایکیزم رو همه جان انگاری رو که حالا موزه که میشه گفت امسال. ناگهان هم باش همدلی دارن بپذیریم یعنی یه جور کل هستی رو جاندار انگاشتن این خب یه موزه است بدیل موزه رائج داروینیستی که قائل به اینه که هستی کوروکر یا ایستاده بر پای خود نیست یه تلعوس یا قایتی داره اما این داخل هر کدام از این ارگانیسم هایی که شما یاد کردید و به این معنا کل هستی قایتمنده و به این معنی یه اینتلیجنت دیزاینی برقرار است که این دست کم میتونه اون روایت رایجی که صرفا از انتخاب طبیعی یاد میکنه و هستی رو خود بسنده میبینه فاصله بگیره یعنی به این معنا که بله ما تک هایی داریم عرض می شود که موجودات و ارگانیسم های چند سلولی داریم و موجودات پیچیده مثل انسان در این حال این یه مکانیزم های درونی داره این شعور یا آگاهی یا جان بخشی همه اینها بخشی از مناسبات او در این هستی هن. و به این معنا ما همچنان میتوانیم به داروینیزم یا به انتخاب طبیعی باور داشته باشیم اما یه روایتی از اینتلیجنت دیزاین یا طراحی هوشمند رو هم بهش باور بکنیم من فکر می کنم این یکی از اون موزه هایی است که و بعد بله. یه نکته ببخشید ارز بکنم بله. توی نکاتی که جناب کسروی گفتن بود اشاره به ابطال پذیری کردن میخواستم بگم اگر مرادشون تبار پوپری این تعبیر یا فالسفیکیشن هم طور که بینیکی مستعزری این ناظر به تفکیک و تفاوت میان علم از غیر علم بود یعنی چه سخنی علمیه چه سخنی غیر علمی و اگر یه امری فی مثلا فی نفس ابطال پذیر نباشه خودش ضعفی براش نیست. شما یه تئوری فلسفی که اقامه میکنید این خودش ابطال ناپذیره یعنی به این معنی که شواهد با معیدات و مبتلات تجربی نداره و این یه ظرفی بر اون به حساب نمیاد اونی که ابطال ناپذیره ناموجه نیست ولی غیر علمیه غیر علمی. این است بله. بله. بسیار خب بذارید یکی از اون نکاتی که آقای دباغ گفتن رو برگیریم به بقیه مطالب میرسیم یه مرزی هست مرزی که شعور و آگاهی پیدا میشه به گفته ایشون البته در مورد اینکه حیوانات چقدر این رو دارن به چه شکلیش دارن تفاوت نظر هست ولی ایشون میگن نظری داروین نمیتونه شکل گیری شعور و آگاهی به این شکلی که ما در انسان میبینیم رو توضیح بده ببینید نظریه داروین وقتی که صحبت از تقلیل کردن آقای دکتر دباغ اینکه قرار در واقع قرار بر این باشه که ما تمام معارف بشری رو تمام علوم انسانی رو حتی از فلسفه و حقوق و اخلاق رو حتی با نظری داروین توضیح بدیم به این معنی نیست اما اگر ما به این مسئله توجه کنیم که تمام دانش های انسانی محصول کار مغز هستند و مغز هم خودش میراسی در طول تکامل به این شکل امروزی به این ساختار پیچیده در آمده درک بهتری از ساز و کارهای علوم انسانی خواهیم داشت این تو این اینه که مثلا از جمله مثالهایی که ایشون گفتن درک انسانی از موسیقی ست در ست این رو, رو توضیح, توضیح, داد با همین داروینی دارو. داره تبیین داروینی داره و در واقع حتی رفتارهایی که از انسان و از موجودات دیگه سر میزنه تبیین داروینی وجود داره و در واقع قدرت تبیینی بالایی هم داره این نظریه مثلا در مورد اه... اینکه موش چرا از گربه فرار میکنه میتونه توضیح بده نظر در مورد, در مورد اه... که انسان میبره از موسیقی خوب این تبیین داروینیش چیه لذت اینکه چرا در واقع توضیح اینکه چرا ما از موسیقی لذت میبریم مثلا چرا از این صدا ها چرا نوت لا با فرکانس 440 هرتز در دنیای فیزیکی باعث میشه که یک نوتی باشه که فالش نباشه و دقیقا یک نوت موسیقی رو داره اینو روانشناسان داروینی شاید بتونن توضیح بدن خیلی چیزها هم هست که نمیدونیم در واقع بسیاری از چیزهایی که هست که انسان راجع به ماهیت کانشسنس هنوز بسیاری چیز هست که نمیدونه و سوزان بلک مور معتقده که این آگاهی کانشسنس آخرین راز بزرگ علمه در عصر حاضر بنابراین حرف من اینه که چیزهایی که نمیدونیم رو چیزهایی که علم نمیدونه دلیلی نداره ما با الهیات پرش کنیم من موافقم با شما چیزی رو که نمیدانیم نباید با مبانی یا آموزهای الهیاتی پر کرد اما دو تا نکته یکی اینکه آنچه که من اینجا گفتم الهیاتی نیست نایگل همطور که میدونید خدا باور به معنای ادیان ابراهیمیش نیست اما یه جور تقلیل گرایی رو به نظر من به درستی در داروینیزم تشکیل من اجازه ده. دارم یک لحظه ببینید دکتر مسئله اینجاست که اگر بخوایم با خدایی پر کنیم یا با یک ناظر هوشمند سوال مهمتری که پیش میاد با کدوم خدا پر کنی با خدایان مصر باستان خدایان ادیان ابراهیمی خدایان یونان یا خدایان آسیایی بله. این هم خودش یک مسئله دیگه البته. که باید توضیح داده نه. بشه توضیح برها. داده میشه یعنی من دست کم رأی خودم رو میگم نکته اول پس این که اگر میفرمایید اون خدای رخنه ها آنچه که من میگم لزوما الهیات به معنای متعارفش نیست از کسی مثل نایگل که از پن سایکیزم یا همه جان انگاری مراد میکنم که به نظرم به درستی رخنه های داروینیزم و نیوداروینیزم رو صورت بندی کرده این یکی نکته دومم اینه که آنچه که شما میگید نمیگم پوزیتیویستی سخنتون آنچنان که پوزیتیویستا ابتدای قرن 20 میگفتن و معتقد بودن سخن گفتن در باب الهیات اخلاق فلسفه هر چه که از جنس متافیزیک بی معنی اما یه مبنای یک مفروض بنیادینه که شما میگید هر کسی که اگر میخواهد سخنی غیر از آنچه که داروینیزم یا علم یا در سطح طبیعی و نچرال رو تبیین میکنه این دیگه داره وارد یه امور نیمه مجیک یا یه مفروضات نامنقه به قول شما رخن پوشانه میشه من میگم یه مفروض یا یک مفروض بنیادین بدیل هم این سخن داره که نه ما اونجا از این موضع دفاع نه اینکه بکنیم به معنای اینکه فکر کنیم داریم سخن الهیاتی میگیم بلکه همین پیچیدگی که شما گفتید به درستی از عالم بله. رو یه قدری آدم رو متواضع میکنه یعنی ادعاهاش رو حد اقلی میکنه بله. من فکر میکنم, میکنم, دا... میکنم موزه ببخشید یه موزه روش بله. آه... 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 آقای یکی از کسایی که با این لفظ طراحی هوشمند مشکل داره ریچارد داکینز دانشمند انگلیسیه و آتیست انگلیسی ایشون میگه که این تصور طراحی که انسان میبینه در کار طبیعت فکر میکنه در اینها یک طراحی است این یک نظم که توسط مکانیسم های درونی طبیعت شکل گرفته اما وقتی میگیم طراحی این تصور ماست دیگه وقتی میگیم طراحی اون وقت باید بگردیم دنبال طراحش هم از نظر خیلی هم این ایده طراحی هوشمند در واقع یه راهی برای گریز از ماجرای روایت دینی آفرینش انسان توسط و خداونده بر این که در آمریکا بر اساس قانون اساسی آمریکا امکان آموزش ایده های دینی در مدارس نیست نباید چنین چیزی اتفاق بیفته به این معنا نمیشه توی کتاب درسی گفت که خداوند در شش روز یا در شش نمیدونم عهد انسان را آفرید در اینجه اونهایی که دینی می اندیشن در مورد آفرینستان رفتن دنبال ایده دیگه از جمله همین طراحی هوشمند چرا برای اینکه فکر میکردن میشه وقت در کتابه درسی گنجوندش میگفتن این ایده دینی دیگه نیست این اصلا علمیه ولی البته دادگاهی در آمریکا در 2005 رای داد که طراحی هوشمند هم یک ایده دینیه برای اینکه دنبال یک طراح میگرده که همون خداست آیا واقعا طراحی هوشمند یه راهی برای در رفتن از این ها نیست که ایده به گفته شما البته ای آفرینش انسان یا درک رایج ای از این ایجاد کرده واقعا راهی صرفا برای در رفتن از این مخمسه های فکری نیست؟ من چنین درکی ندارم یعنی فکر میکنم اولا حالا اشاره به داکینز کردید یا همون موضع نیو داروینیستی. فکر میکنم چون من در اخلاقم ریالیستم واقع گرام مثل تامس نایگل واقعا فکر می کنم چه آنچه که در عرضه ولیوها و ارزش رخ داده چه آنچه که در ریاضیات و منطق رخ داده که محصول دانش بشریه اینا رو با مبانی و مبادی داروینیستی واقعا نمیشه توضیح داد یعنی اون تقلیل گرایی که به مسابه یک خطای روش شناختی در کاره به نظرم این موجهه در باب اینتلیجنت دیزاین یا طراحی هوشمندم داوریم اینه که اون تبیینی که میگوید ما افزوم بر ماده به یه شعور و آگاهی احتیاج داریم به توضیحی که گفتم که میتونه یه قایت درونی باشه یعنی اون آگاهی بخشی از اون موجود تکسلولی یا چند که او رو به پیش, میبره تصورم این است که قدرت اقناعی یا بگیم قدرت معرفت شناختیش جاسیفیکیتوری پاور این تبیین کمتر از تبیین بدیل نیست یعنی به می نفعی میتونه هستی رو تبدیل این میگه که این طراحی در درون این سیستم هست و بعد خب کل هستی هم میشه خب شه. این میشه نظریه طبیعت گرایی که طبیعت رو جای خدا میگذارن در این صورت باز نیازی به خدا نیست برای اینکه میگن طبیعت این رو آفریده می داره به تصویر ما از من خواستم از م. مراتب پایین شروع بکنم م. بگم اگر بستگی داره مرادتون از طبیعت گرایی اینه که طبیعت خود بسنده است کور و نه باز این تصویر فرق میکنه یه بقیتی از جنس شعور و آگاهی بر جای داره. که این شعور و آگاهی از دل خود این ها آغاز میشه بعد میشه به این باور رسید که کل هستی دیواین بله. یعنی جان بخشی رو به کل هستی تصریح داد اگه بله. یه جمله فقط ببخشید بله. من بگم اگر از یه فیلسوف قرن 17 بخوام استفاده بکنم که پیش از داروین بوده و بله. این بحثای بوده اسپینوزا وقتی از یه جور همه خدا انگاری یاد میکرد روایت من اینه که یه جور همه جان بخشی در کل هستی جاری و ساریه و مطابق بله. با این تصویر ما جهان رو خود بسنده نمی بینیم بله. آیا کسرای آیا داروینیستا برای اینکه ایده خداوند آفریننده رو حس کنن صحنه سعی نمیکنن برن سراغ برداشت های بسیار ارتودکس و خشک مذهبی اگر مثلا کسایی مثل اسپینوزا مقابل داروینیستا باشن کار داروینیستا دشوار خواهد شد دیگه غیر از این ببینید از تقلیلگرایی صحبت کردن و اینکه ما همه چیز رو نو میخواد همه چیز رو به نظری با نظریه داروین توضیح حتی فرهنگ رو تبیین داروینی ازش ارائه بده دانیل دنت یک مفهومی فیلسوف داره آمریکای فیلسوف آمریکایی آمریکای یک صحبتی آمریکای. داره تحت در کتاب داروینز دینجرز آیدیا ایده خطرناک داروین صحبت از یونیورسال اسید میکنه اسیدی جهانی یعنی نظری داروین از دید دنت یک اسید جهانی است که به سایر حوزه ها وارد میشه و نمیشه همکاریش کرد از ورود نظری داروین چرا در... میگه اسید برای اینکه خیلی ده... به اینکه <تصفح> توضیح میده که چرا در واقع به عنوان ایده خطرناک داروین اصلا نامی بره؟ چون تمام مفروضات بنیادی ما در قبال جهان رو به چالش میکشه تمام آنچه که راجع اسید اون مفروضات رو معنا و هر چیزی که میدونستیم میخوره حل میکنه در خودش راجع به رفتار انسان چون ما رو در واقع مواجهه انسان با داروین یک مواجهه هولناک من این رو میپذیرم چون یک حقیقت جرفی از طبیعت که واقعا حولناکه اینکه ما با مثلا موش 89 درصد جنوم مشترک داریم با شمپانزه 98 درصد با برنج 11 درصد جنوم مشترک داریم به حقیقت حولناکی برای انسانی که طبق اسطوره ها برای خودش یک جایگاه بالای قائل بود حالا این چنین به از عرش به فرش میفته شبیه به مواجهه هولاکی که انسان بعد از ولی اون سال رو جواب ندادید که اگر نه ایده های ارتودکس دینی بلکه ایده هایی که برداشت های جدیدتری هستند و مثال اسپینوزا رو ایشون آوردند در قرن 20 و 21 که حتی پیچیده شده این دیدها این برداشت ها اگر این نگاه مقابل نگاه داروینسی قرار بگیره آیا اه واقعا اه اون وقت داروینیست ها نباید بپذیرن که میشه یک تصویر متفاوتی از خداوند داشت که با ایده داروین سازگاره دلیلی نداره بحث بر سر اسم یا کیفیت اون خدا نیست که حالا به چه شکل برداشت و ادراک بشه بحث بر سر اینه که ما نیاز به فرض اضافی نداریم صرف نظر از اینکه این خدا خدای طبیعت خدای اسپینوزایی باشه یا به هر تعبیر دیگه شما تصور کنید رأس ساعت هشت صبح تمام لامپ هایی که بالای سرتونه خاموش میشه شما دو تا توضیح میتونید داشته باشید توضیح اول اینه که به صورت کاملا جداگانه برای این لامپ ها اتفاقی کاملا جداگانه از هم به صورت تفکیک شده افتاده و همشون قطع شدن توضیح دوم و نظریه دوم اینه که نه یک مرکز توضیح برق هست که اون خراب شده باز شده همشون اینجا قد شدن در علم ما نظریه دوم رو انتخاب میکنیم بر اساس در تیق و اوکام اصل صرف جویی نظریه داروین این نظریه بهتر است نظریه که سازگارتره و برخلاف بله. فرضهای اضافی که آفرینش باوری یا اینتلیجنتیزم بله. دیزن داره اجازه بدید یک سوال مهم اینجا بپرسم چون چندین بار آقای دباغ اشاره کردن به داروینیسم جدید یا اون چه که زیشناسی تکاملی نامیده میشه در کسا... کار کسایی مثل همین ریچارد داکینز آیا میشه داروینیست بود و ضرورتا داروینیست نو نبود برای اینکه داروینیسم نو نظرات داروینیسم رو تسری میده به حوزههایی که قبلا ربطی به حوزه علوم طبیعی نداشتن بیا چنین بذارید برای این که واضح بشه یه مثال بزنم مثلا عشق قبلا تصور میشد که چیزی است که با قوانین طبیعی قابل توضیح نیست اما داروینیست های جدید میگن نه شما اگر برگردی میری به متون اولیه داروینیسی نگاه میکنی و بعد در پرتو یافته جدید بررسی میکنی میبینی که آدم ها به کسان خاصی جذب میشن این کسان خاصی که بهش مثلا مردها به زنهایی جذب میشن که بهتر میتونن تولید مثل کنن و شکل بدنشون این رو بلافاصله به مرد میگه میشه داروینیس نو نبود و داروینیست بود ببینید کسی که در واقع میتونه توضیح مثل فیشر در واقع نو داروینیست با اون شروع شد و حتی آگوست وایسمن این که انسان ژنتیک رو مدل کرد ساختار دی ای رو فهمید کمک کرد به فهم بهتر نظریه داروین و این اتفاقی که واقعا افتاده و کسی که با علم سر کار داشته باشه نمیتونه ژنتیک رو بفهمه کار کنه باهاش ولی نظریه داروین رو توسعه نده یعنی منظورتون اینه که ژنتیک بود که داروینیسم رو به داروینیسم جدید یا نو داروینیسم به کرد به نوعی بله در واقع ماهیت دیجیتالی ژنتیک رو وارد از دههای 20 و 30 به این سو به خصوص و مسئله اینجاست که حتی نظریات جریتی در سوسیوبیولوژی مطرح

ادوارد ویلسون در فصل آخر کتاب سوسیوبیولوژیش حتی راجع به این صحبت میکنه که مقولاتی مثل اخلاق هم معتقده که متخصصین علوم انسانی باید این احتمال هم در نظر بگیرند که اخلاق موقتا از دست فلاسفه خارج بشه و در واقع زیست شناختی سازی بشه و زیست زیستشناز زیست شناسی توضیح داره برای رفتارهای انسان برای مقولاتی مثل احتمالا شما. اون چیزی که آقای شما ازش حراسان هستید دیگه بحث اخلاق رو از دست فیلسوفا در بریم بدیم دست بله. زیست تکاملی چون فکر میکنید داروینیسم انقدر تسری داده شده که خودش رو در واقع در موزه قدرت میبینه و فکر میکنه همه این چیزها رو میتونه توضیح بده من تصورم م... میده ببخشید من عرض دار... داروین خودش در پی کاربست نظریش در حوزه‌های دیگه نبود داروین از کار داروین... قانونیش نبود ببینید دو تا نکته در همین راستا که فرمودید اولا بله من پیشترم عرض کردم چون واقع‌گرا تو اخلاق فکر کنم یه بقیتی از بحث در حوزه اخلاق همیشه میمونه چه در حوزه اخلاق هنجاری چه فرا اخلاق چه اخلاق کاربردی که این کار فیلسوفانه یعنی کار کسانی که تئوری های هنجاری میپردازن تئوری پردازی در حوزه هنجاری میکنن و من فکر میکنم همچنان هم تلقی مینه با آرای نیو داروینیست هم که اشاره فرمودید آشنا هستم فکر میکنم نه قصه اخلاق رو به طور کامل میتونن توضیح بدن یعنی برگردم به همون نکته که پیشتر اشاره کردم باز هم من فکر میکنم آنچه که عبارت است از تبیین مبتنی بر نظم هوشمند در هستی یه جور تبیین تقلیلگرایانه نیست و بعد هم یه جور فرض بیشتر مفروض گرفتن که شما اشاره کردید نیست بله. اون رو جواب دادید قبلا بله. میخوام ببینم که وقتی میگید من واقع گراه هستم اه، یعنی چی یک بله. دوم که چرا واقع گرایی در اخلاق رو در منافات با زیشناسی تکاملی میبینید زیشناسی تکاملی که آقای عرفان کسری ازش دفاع میکنه واقعی گرای اخلاقی به اختصار یعنی اینکه شما قائل به این باشید که اوصاف اخلاقی خوبی بدی باید نباید به نحوی از آنها مستقل از ذهن انسانی حالا یا در عالم افلاتونی کسانی قائلن که واقع است یا در ساحت طبیعت و یا ناطبیعت من اخلاق گرای ناتبیعت به اختصار آنچه که آقای کسرایی گفتن من از داروینیسمی میفهمم یه جور اخلاق رو سوشالی constructed یعنی برساخته اجتماعی که صرفاً برخواسته از مناسبات و روابط انسانی و تطور انسان در درازنای زمان بلده. و تعین مستقلی به این اخلاقی در تقابل با این قرار بله. و به نظرم داروینیزم این رو نمیتونه توضیح بده اگر کسی واقعگرا مثل من باشه در اخلاق یکی از انتقاداتی که به سوسیوبیولوژی و زیستشناسی اجتماعی مطرح میشه اینه که در واقع در پی توجیه و تبرعه طبیعت انسان اینی که مثلا پرخاشگری بیگانه هراسی و بسیار بلده. از رفتارهای انسان رو اگر ما بگیم که خب این میراث تکاملیه بنابراین انگار که گفتیم پس نرماله پس طبیعیه و شاید مثلا نجات پرستی رو بشه توضیح کرد اما در واقع من جنبه دیگه از این داستان رو هم میبینم توضیح رفتار انسان بر مبنای, رفتار بر مبنای نظریه داروین میتونه به ما در فهم واقعیت کنه این واقعیت الزامن نباید مطلوب ما باشه اینکه بسیاری از رفتارهای انسان مبنای ژنتیکی داره و با رفتار تکاملی قابل توضیح هست اتفاقا به فهم بهتر روابط انسانی حتی به کار بستن معاهده های اجتماعی بهتر قوانین حقوقی بهتر کمک میکنه مثل مثلا پرهیز از زنای ما محارم یک توضیح و تبیین داروینی داره تقریبا در تمامی فرهنگ ها، صرف نظر از پستمینه یک عمل ناپسند اخلاقی شما میشه توضیح داروینی اینه که مشکلات شدید ژنتیکی که در فرزندان حاصل از به تعبیر حالا علمی زنایی با مهارم اتفاق میفته این باعث میشه که انز... تبیین فرهنگی نداشته باشه این تبیین داروینی داره این مسئله پرهیز انسان هم. یعنی به مرور انسان ها فهمیدن که آمیزش با مهارم مشکل سازه دقیقا با. و این باعث این میشه دیدن. که با. انسان ازش و یک مسئله با. دیگه راجع به اخلاق که مطرح شد بسیار از آ... هم این مثال رو ببینم آقای دباغ چی میگی در من بزاید. تصورم اینه منافاتی نداره اگر شما میخواید بگید یه توضیح زیست محیطی داره که چرا در درازنای زمان این عمل نامنقه و ببخشید ناموجه و قبیه انگاشته شده این سازگار با آنچه که من واقعی را در اخلاق عرض می اما برای من این مهمتره یعنی تصور می کنم که حال قصه ها و ارزش و تعیونش در جهان پیرامون یه امر کاغنیتی و معرفتیه که صرف توسل جستن بلد. به اخلاق داروینی این رو خواهشم که در ادامه بست تا اونجایی که ممکنه از الفاظ لاتین و حتی اگر بلد. شده از اسامی دانشمنده و متفکران حذر کنیم هر چند دقیقه بیشتر نموده ولی آقای کسرایی شما یه جایی گفتید که ژنتیک بود که داروینیسم رو به داروینیسم نو تبدیل کرد و باعث شد که داروینیسم وارد حوزه هایی چون اخلاق هم بشه ما بگید چرا چنین اتفاقی افتاد مگه ژنتیک چی میگه اه ببینید ژنتیک از, از این رو که همونطور که صحبت شو کردیم داروین اطلاعی ازش نداشت نمیتونست توضیح بده که وراثت چطور اتفاق میفته ژنتیک مسئله رو توضیح داد به خصوص کاری که واتسون و کریک در سال 1953 کردن و ساختار دی ای رو کشف کردن نشون داده شد که چطور صفات ژنتیکی انسان به نسلهای بعد منتقل میشه این چیزی بود که قبلش از دید در واقع ناشناخته بود برای دانشمند. ولی چرا این رو باید تبدیل به داروینیسم نو بکنه این به خاطر اینکه این توضیح در واقع مبسوط تری راجبه انتقال نسل در واقع صفات ژنتیکی به نسل های بعدی میده فرض کنید کسی که به لحاظ ژنتیکی دورتر از ما باشه ممکنه جذاب تر باشه به خاطر اینکه قرابت ژنتیکی میتونه بیماری های ژنتیکی رو به دنبال داشته باشه جذابیت مثلا ف... برای جفتگیری اتفاق میفته در واقع در ای سوالی بکنم کسری عرض می شود که این واتسون کریک رو یادم هست ما دبیرستان میخونیم بار اول برای من هم 25 سال پیش خیلی جذاب بود ارز کردم هم کاملا گوشودم نسبت به اینا فکر میکنید نیو داروینیزم راجع به قصه ها و مشخصا آگاهی مثال ها که اینا رو بل. تونسته توضیح بیشتری بوده چون باز مثال هایی که میزنید به درستی مثال های خوبیه اما فکر میکنم آنچه که محل نظر کسانی مثل ارز می شود که اشاره کردم نیازی نیست اسم بگید بله, اشاره بله. صحبت اونا از میتونه توضیح مکفی و مقنعی بده به این صحبت از ارزش ها و معنا وقتی میکنید کنید ولی بله. یازیاتو ببخشید منطق ببینید صحبت از کدوم ارزش ها و معنا کدوم جامعه هدف از کدوم فرهنگ صحبت میکنید؟ می کنید اولا میدونید که به خاطر تنوع فرهنگی ارزش ها و معنا جایی که اخلاق محسوب میشه یک رفتار در جای دیگه ضد اخلاق محسوب میشه بعد ببخشید ریاضیات و منطق بفرمایید میخوام که ریاضیات و منطق بحثش جداست اینکه این کدهای این طبیعت چطور کار میکنن این هم اتفاقا به نظر من نشون دهنده اینکه کاملا خودکاره شما مسیر حرکت یک رودخانه رو اگر نگاه کنید پیچ و خمی که رودخانه داره شکل گیری بستر و گلولایی که در بستر رودخانه هست کاملا اتوماتیک و خودکار این ج... مسیر رودخانه رو تعیین میکنه و حتی خیلی جالبه که ریاضیاتی که در این به کار گرفته میشه شما طول رودخانه رو تقسیم بر نزدیکترین مسیرش کنید مثلا عدد پی به دست میاد چرا این اتفاق میفته ریاضیات کار کرده در از این مثال میخواید استفاده کنید بگید که یه قوانینی مستتر در طبیعت هست و نیازی نیست شما به یک دست بیرونی متوسل شید این قوانین الزاما نه اگرچه که دکتر میدونند که نظریات مختلفی حتی در بین فیلسوفان هست نیک که این مدل سازی یه سیمولیشن کامپیوتری بله, در بله. اون از اسامی و این الفاظ هزار کنید بحث این چیزی که شما میگید شما رو پوزیتیویست یا اثباتگرا نمیکنه که یه بیان دیگه است از تقلیل گراه بودن در من کاملا فیزیکالیستی و مادی نگاه میکنم به خاطر اینکه ما تبیین فیزیکی و مادی داریم حتی برای تجربیات معنوی شما احتمالا با قطعا با آزمون در واقع گود فرایدی اکسپریمنت آشنا هستید که با استفاده از ماجیک ماشروم با استفاده از ای پارسی این به فارسی میتونید ببینید در آزمون جمعه ایدئال اصطلاحا در بلده. فارسی پسیلوسایبین داده شد و به گروه هم پلاسیبو داده شد دارون این تجربیات معنوی که افراد گزارش میکنن در اثر کار کرد و بلدی. تأثیری که در مغز یعنی مکانیسم مادی مغز کاملا مکانیسم مادی تا تا تجربه معنوی و عرفانی فرد رو همیشه توضیح دوزیده. داد با ماده ولی نه به طور کامل به نظرم یعنی, یه جور... یعنی این به اصطلاح منطقیون میگن اثبات شی نفی ماعدانه میکنه. یعنی تاکید بر جنبه روش روانشناختیش یا ذهنیش مانع از این نمیشه که یک پدیده سا... سویه های دیگری هم داشته باشه چرا من باید بپذیرم یک تجربه معنوی اصیل وجود داره یک تجربه عرفانی زمانی که میتونم اون رو با یک مکانیسم مادی توضیح بدم ها مکانیسم مادی خیلی روشن و شفاف خب خب من میگه این... پای هیچ عامل ماورا طبیعی در آخه... کار نیست نمیتونه بگه پای هیچ عامل ماورا من سوال دارم از شما دکتر باد و بارون آیا خب مثلا شما اعتقاد دارید به اینکه دعای بارون بخونید که فردا بارون میاد تاثیری میذاره روی اینکه بارون بیاد یا اینکه مکانیسم طبیعی کاملا من اونی که شما می فرمایید در سطح طبیعی هیچ من مشکلی ندارم اما خودتون میدونید اون هامبلنس یعنی تواضع روش شناختی به من و شما میگه که به لحاظ روش شناختی معرفت شناختی من نمیتونم ادعا بکنم که فقط و فقط همین تبیین طبیعی رو داره وقتی شما راجع به تجربه حسی حرف دباغیشون میگه که ببینید مثال بزنم. اگر این تبیین کفایت کنه شما چرا باید بری دنبال میگم کفایت نمیکنه خب خوشی گرفتگی توزیع که فرق میکنه خوشی گرفتگی یه طبیعیه ببینید کتاب عرفان و فلسفه استیس رو شما اگر دیده باشید از تنوع تجارب معنوی در دل فرهنگ‌های مختلف سخن میگه میشه شما بگید که این انسان ها خب پیشینه های تربیتی و معرفتی متفاوت داشتن و در این حال تجربه هاشون یه تبین شناختاری تجربی بره. داره اما این مانع از این نمیشه که اینا نسبتی هم با ساحتی دیگری داشته باشن یعنی به تعبیری من فکر میکنم تبین روانشناختی فیزیکالیستی جای تبین معرفت شناختی رو لزوما نمیگیره یه جور ریداکشن یا حالا مقابله این این که اینکه یه مقدار مشخصه شما میگید معرفت شناختی ولی منظورتون متافیزیکیه دیگه بله بله ولی خب اینا متناسب من چرا شما از لفظ متافیزیک حذر میکنید آخه ممکنه که من مشکل ندارم به کار ببرم بلی بلی که نه یه سابقه ای داره متافیزیک ممکنه اون متافیزیک ستب رو اینا باشه اگه میخواد به کار میبرم ولی آقای کسرایی پیش از پایان برنامه لازم بپرسم که به خصوص وقتی شما مدام میگید خورشید گرفتگی در قیاس با یا در مثل با آقایی آقایی با مثلا با, با, بله مثال هایی که آقای تباق میزن آیا این نشون نمیده که شما برای این که دیدگاه های غیر ماتریالیستی رو رد کنید ازشون مترسک میسازید یعنی میاید تبدیلشون میکنید به یه نظریه فوقلاد جزم و ارتودکس و میگید که خب این قابل رد داروینیسم این رو کنار گذاشته نو داروینیسم هم که از داروینیسم حرکت کرده به تمام حوزه های دانش بشری داره سرایت میکنه این پذیرفتنیه ببینید من معتقدم که نظریه داروین چیزی غیر از م... چیزی غیر از معرفت تازه نیست که مثلا نسبیت عام نظریه ریسمان نظری فیزیکی فیزیک جدید در کوانتوم به انسان آموخته چیزی غیر از اون نیست اما از اونجایی که نظریه داروین با جزم دینی و با افسانهها ها و اسطوره ها در افتاده انقدر در واقع استکاد و زاویه ایجاد شده با دینداران و آفرینش باوران در حالی که عملا چیزی غیر از اونها نیست یعنی من هیچ وقت ندیدم یک متدینی بیاد مثلا راجب نظریه ریسمان صحبت کنه یا مثلا نقد کنه بگه که پیش بینی مثلا امواج گرانشی اشتباه بود ولی راجب به نظریه داروین صحبت میکنه چون نظریه داروین به ذات خودش این زاویه رو داره با باور دینی خیلی کوتا بله. خیلی کوتا. من خواستم فقط در تکمیل آنچه که گفتید نه من مشکلی با به کار بستن واژه متافیزیک ندارم اتفاقا تو نوشته از متافیزیک نهی بله. یا حداقلی هم استفاده کردم بسه اگر بسه. مرادتون اون شور و آگاهی است که متناسب با متافیزیک نحیف و حداقلی بله. سر جای خودش یه نکته به فرمایش آخر دوستمون عرض بکنم فکر کنم نظری ریسمان ها که اشاره کردی به درستی یه فیزیکدان بد باشه که قاعدتاً بتونه حالا به قول شما اون رو نقد و بررسی باید. کنه داروین چون با زندگی و تجربه زیسته ما نسبتی برقرار کرده و اون عادات معلوف ذهنی رو پس زده که من فکر میکنم بله بل. فکر میکنم من با روایتی از دینداری که اشاره شد که البته با دینداری ارتودکس فاصله بسیاری داره میتونم اون رو حزم بکنم یا در دل نگاه خودم جا بدمش بسیار خوب به آخر پرگاری ایننفته میرسیم ممنون که پایین بحث نشستید و همینطور ممنون از مهمانهای برنامه عرفان کسرایی و سروش دباق شب و روز بر همه شما خوش